میگویند مادران موفق آنانی که با یک دست جهان را و با دست دیگر گهواره را تکان میدهند مصداق این معقوله اینک آرزو نورستانی مادر جوان 26 ساله ای است که در کنار پرورش فرزندانش برای شگوفایی و ارتقا گام برمیدارد کارمند وزارت خارجه است در دانشگاه تدریس می کند و قرار است کتابی را با ماهیت سیاسی به چاپ برساند شما نمیتونین که همیشه در زندگی یک بخش را تعقیب بکنین فرزن اگر بخواین خانه بخانه باشین مسائل رسمی را کاملا فراموش بکنین یا برعکس زن موفق زن است که در هر دو عرصه بتونه موفق به و من این الگور از مادر خود گرفتم وی مادرش را الگوی زندگیش عنوان می کند. آنچه که نورستانی آن را موفق بودن مادرش در مبارزه با دشواری های زندگی می‌گوید. یک شاخص بسیار مهمه که مادر وجود مادر خود دیدیم ای بود که اینا وقت از خانه بیرون می وکیل پارلمان بودن کمیشنر کمیسیون حقوق بشر بودن پست‌های بسیار مختلف دولتی را کار کردن کاملا یک زن متفاوت طبیعتا در عرصه سیاست فعال و تمام دغدغه های مسائل سیاسی افغانستان بود ولی به مجرد که وارد دروازه خانه می شدن تمام مسائل سیاسی را کنار می و تبدیل می شدن و یک زن تمام ایاره که مادر خانه هست و خانم خانه است. این مادر می گوید مادران کشور قشر آسیب پذیر و بی صدای جامعه هستند و خود نیز از جمله مادرانی است که با چالش های زیادی که صد راهش وجود داشته مبارزه کرده است. اول ما با عنوان یک زن در جامعه خود طبیعتا مثل هر زن دیگه با چالش مواجه شدیم با مشکل مواجه شدیم خصوصا شما وقتی بیاین کار بکنین و یک تعریف مجزای از خود ارائه بکنین و از هم جنسای خود شما با نو نگاه متفاوت در جامعه مواجه میشین و مجبور هستین که باید مبارزه بکنین همسرش فرامر سمنا در مورد او میگوید آرزو بهترین مادر برای فرزندانش است. من میشه وقتی میبینم عشق آرزو جان به فرزندانش میبینم و تلاشی که داره برای تربیتشون اونا رو به پارک میبره که امرایشان به ویژه فرزند ما کسی هست که مکتب میره امرایش درسایش میخانه با این همه آرزو نورستانی مادران افغان را قهرمانانی میخواند که حتی روایت آنان را از زنان جهان متفاوت میپندارد. از سوی هم از مادران و زنانی که تازه وارد کارزار سیاست میشوند میخواهد با نگفتن و چالش ها نگذارند تا ابزار سیاسی باشند.